اگه میخوای توی خونه به درآمد میلیونی برسی، این ترفند رو تا آخر نگاه کن. با تزریق این ماده میتونی توی خونه یک کالباس خوشمزه خونگی درست کنی و به فروش برسونی. مرغ درسته رو بشورید و پوستش رو بگیرید و داخل قابلمه قرار بدین. دو تا دونه هویج، یه دونه پیاز بزرگ و 5 حبه سیر بهش اضافه کنید. برای گرفتن بوی زوم مرغ، تخم گشنیز، هل، برگ بو، دارچین اضافه کنید. هیچ کدوم از ادویه‌جات رو به هیچ عنوان حذف نکنید. نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، پودر سیر و زردچوبه هم بیفزایید. داخل قابلمه تا بالای مواد آب بریزید. 3 ساعت با حرارت ملایم اجازه بدید تا کاملا بپزه. گوشت مرغ و هویج و پیاز و سیرها رو توی ظرفی بریزید. مواد رو کمی ریشتیش کنید و آب مرغ هم از صافی رد کنید. ادویه‌جاتش رو هم خارج کنید. لبوی قرمز تازه یا پودر لبو هم به موادتون اضافه کنید. 4 قاشق غذاخوری ژلاتین رو داخل ظرفی ریخته با نصف لیوان آب مرغ ترکیب کنید. روی حرارت کتری بذارید، مدام هم بزنید تا ذرات ژلاتین حل بشن. مایع ژلاتین آماده شده رو به موادتون اضافه کنید. اگه میخواین کالباستون خیلی سفت و بازاری بشه، 6 قاشق غذاخوری ژلاتین بزنید. 2 الی 3 لیوان هم آب مرغ به ترکیبتون اضافه کنید. بطری مناسبی تهیه کنید و مطابق ویدیو سرشو برش بزنید. مواد داخل کاستون رو به وسیله بلندر، مخلوط کن یا خرد کن خوب با هم ترکیبش کنید. از لبوی زیادی استفاده کردم، برای همین رنگش خیلی صورتی شد. میتونید از لبوی کمتری اضافه کنید یا اگه پودر لبو میزنید به اندازه 1 قاشق تارخوری بزنید. مواد رو داخل بطری انتقال بدید و یه شب تا صبح توی یخچال استراحت بدین. کالباس خوشمزه ما آماده است. از بغل میتونید برش بدید و سرویس کنید. من به خاطر ویدیو یکم زود برش داشتم. اگه زیادی استراحت بدین کاملا سرو میشه و عین بازاریا میشه. نیازی هم نیست از اسانس دود یا چیز دیگه استفاده کنید. طعمش عین کالباسای بازاریه. فقط در اندازه‌های مواد دقت کنید که بیشتر یا کمتر نزنید. برای دیدن ترفندهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشن. ممنونم که تا آخر ویدیو رو با من همراه بودین. لطفاً با لایک و کامنتاتون از کانال ترفندون حمایت کنید.